بر دوستان عزیزم، به کانال راوی شب خوش اومدین. امشب قسمت دوم قصه حسین کرد شبستری رو با هم میشنویم. در شب قبل براتون تعریف کردم که حسین کرد بر طبق اتفاق با مسیح، یکی از پهلوانان تبریز، آشنا شد و با هم عقد اخوت بستن. از قضا مسیح به جنگ فرخ یکی از پهلوانان به نام شاه عباس صفوی رفت و از فرخ شکست خورد. در همون موقع حسین کرد به وسط میدان دوید و مسیح رو بغل زد و به خونش آورد و گفت که فردا شب من به جنگ فرخ میرم. ولی مسیح سخت مخالفت کرد و بهش گفت برادر من، تو هیچی از رسم و آیین پهلوانی نمیدونی. خلاصه مسیح که خیلی خسته و بیمار بود، از ناچاری پای حسین رو با افسار اسب به پای خودش بست تا اون نتونه به جنگ فرخ بره و از درد و خستگی بیهوش شد. حسین صبر کرد تا مسیح خوابید و آروم افسار رو باز کرد و به راه افتاد. حالا بریم تا ادامه داستان رو بشنویم. با من همراه باشین و لطفاً لایک فراموشتون نشه. حسین چماغش را برداشت و از خانه مسیح خارج شد. همین که به میدان رسید، آنچرا که دیروز از مسیح شنیده بود تکرار کرد و گفت مشعلها را روشن کنید و طبل جنگ بزنید. اما هیچ کس به حرف او اعتنایی نکرد. پیش یکی از تبالها رفت و گوش او را چنان تکان داد که از جا کنده شد. تبال فریاد زد فدایت شوم، هر کاری بگویی انجام می دهم. حسین گفت مشعلها را روشن کنید و طبل جنگ را به صدا درآورید. خلاصه مشعلها روشن شد و طبلها شدیدتر از هر روز به صدا درآمد. فرخ و همراهانش به میدان آمدند، اما به جای مسیح چوپانی در وسط میدان ایستاده بود و چماقی را در دست خود تکان می داد. فرخ فریاد زد برای چه آمده ای؟ حسین گفت برای جنگ. فرخ پرسید اما تو شمشیر و سپر نداری؟ حسین جواب داد همین چماق کافی است. دوباره فرخ پرسید خب فرصت با کیست؟ حسین گفت دیروز نوبت تو بود، حالا نوبت من است. در نتیجه فرخ سپر را روی سر گرفت و حسین گفت تو دیروز سه چماق به مسیح زدی، من دو ضربه را به تو میبخشم، حالا آخرین ضربه را نوش جان کن. چماقش را چند بار بالای سر چرخاند و چنان بر سپر فرود آورد که سپر فولادین فرخ تکه تکه شد و در اطراف میدان پراکنده گردید. سر فرخ از ضرب چماق از هم شکافت و روی زمین افتاد. 40 پهلوان که همراه فرخ به میدان آمده بودند، شمشیر از نیام کشیدند و به طرف حسین حمله ور شدند. با هر ضربه چماق او چند نفر از آنها نقش بر زمین می شدند. چند نفر نیز پا به فرار گذاشتند، اما از مقابل حسین چه کسی می توانست فرار کند؟ هر 40 نفر را به زمین افکند و در وسط میدان از کشته ها پشت ساخت. سپس به خانه برگشت و در کنار مسیح خوابید. صبح که شد همه جای تبریز جشن و شادمانی برپا بود. از حاکم نامه‌ای به دست مسیح رسید که در آن نوشته بود مسیح، این پیروزی تو باعث سربلندی ما شد. به حضور ما بیا تا خلعت به نام خود را دریافت کنی. مسیح پس از خواندن نامه حسین را در آغوش گرفت. او را بوسید و با خود به حضور حاکم برد. به او یک دست لباس پهلوانی شاهانه و یک کیسه طلا بخشیدند. از آن هنگام بود که حسین هم لباس پهلوانی به تن کرد و مسیح رسم و رسوم و فنون پهلوانی را تمام و کمال به حسین آموخت، تا اینکه حسین پهلوانی بی‌نظیر شد که در همه فنون استاد بود. شاه عباس چندین بار پهلوانان بزرگ خود را با قشون فراوان روانه تبریز کرد، اما همگی مغلوب حسین شدند. نجات یافتگانی که از مهلکه گریخته بودند، داستان پهلوانی های حسین را برای شاه عباس نقل کردند. بیباکی و دلاوری حسین
موجب ترس و وحشت شاه شده بود. مسیح هم افسون بر آیین پهلوانی خواندن و نوشتن به حسین آموخت. حسین می‌خواست برای گوشمالی شاه عباس به اصفهان برود، اما گرفتار مشکل بزرگی شد. هیچ اسبی نمی‌توانست وزن او را تحمل کند. چندین بار خواسته بود سوار اسب شود، اما کمر اسب زیر بار سنگین وزنی حسین شکسته بود. خلاصه همه جا را گشتند، اما هیچ اسبی نبود که حسین بتواند بر آن سوار شود. مسیح که او را خیلی مایوس می دید، ناچار شد رازی را که تا آن هنگام پنهان نگاه داشته بود آشکار کند. به حسین گفت: برادرم، اسبی که تو بتوانی بر آن سوار شوی نامش قرقایتاغ است. او از فیل نیرومندتر، از باد تیزروتر و از طاووس زیباتر است. این اسب در دست پهلوانی است که همه پادشاهان دنیا به او باج و خراج می دهند. هر از گاهی در یکی از مناطق خوش آب و هوا چادر می زند و همه جا را می چاپد و باج و خراج می گیرد. سپس از آنجا به سرزمین دیگری می رود و چون بلا بر آنجا نازل می شود. هیچ سپری نیست که در برابر شمشیر او مقاومت کند. حسین با دقت به گفته‌های مسیح گوش داد. در دل با خود گفت: باید بر او پیروز شوم و قرقایتاغ را از دست او بگیرم. بنابراین روزها در اطراف تبریز به گشت و گذار مشغول بود. حاکم یکی از بهترین اسب‌های خود را به او داده بود، اما حسین فقط اسلحه خود را بر زین اسب می‌گذاشت و آن را یدک می کشید. روزی از روزها که خیلی از شهر دور شده بود، به نزدیکی ساحلی رسید. در آنجا کشتی بزرگی را دید که قصد عزیمت به سرزمینی دیگر داشت. حسین اسب خود را کشان کشان به داخل کشتی برد و خود نیز در کشتی نشست. هیچ کس از ترس نمی توانست چیزی به او بگوید. کشتی به راه افتاد. 40 تاجر مسافر کشتی بودند و کالاهای زیادی را به سرزمین‌های دور می‌بردند. هنوز کشتی راه زیادی نرفته بود که حسین احساس گرسنگی کرد. از آشپزخانه کشتی برای هر دو نفر یک ظرف غذا می‌آوردند. به حسین نیز یکی از آن ظرف‌ها را دادند. هنوز کسی بسم الله نگفته بود که حسین همه غذا را خورد و ظرف را به طرف انداخت. یکی از تاجرها به شاگرد آشپز اشاره کرد تا ظرف غذای دیگری بیاورند. آن هم خالی شد و سومین ظرف را خود آشپز آورد. اما حسین انگار غذایی نخورده بود. دستی به شکم خود کشید و گفت: ای شکم پیچ در پیچ، از پای نمی نشینم تا تو را سیر کنم. خلاصه شب را به همین ترتیب به سر آوردند و صبح 3 ظرف غذای دیگر به حسین دادند. بعد از برچیده شدن سفره، حسین از جا برخاست و به طرف آشپزخانه رفت. همه دیگهای غذا را وارسی کرد و به آشپز گفت: تو هنگام پختن آش غذای چند روز را میپزی؟ آشپز جواب داد: غذای یک وعده را، یعنی روز 3 بار غذا میپزم. حسین گفت: مگر داری نمایش اجرا می کنی؟ چرا غذای یک ماه یا یک هفته را یک جا نمی پزی؟ آشپز جواب داد: بلد نیستم. حسین گفت: پس کنار بیست تا به تو یاد بدهم. برای من برنج و روغن بیاور، می خواهم غذای 10 روز را بپزم. آشپز بیچاره در حالی که باورش نمی شد با ترس و لرز کیسه های برنج و روغن را به او نشان داد. حسین 5-6 کیسه برنج را داخل دیگ‌ها ریخت و پس از ریختن آب گفت: روغن و نمک حاضر کن. من خودم چندین سال آشپز پادشاه بودم. روغن و نمک را هم توی دیگ ریخت و زیر دیگ‌ها آتش روشن کرد. سرانجام وقتی همه دانه‌های برنج به هم چسبید و به قول معروف شفته شد، شمشیرش را بیرون کشید و برنج‌ها را تکه تکه کرد و داخل بشقاب‌ها ریخت و برای تاجرها فرستاد. خود نیزگاهی به بهانه آزمودن نمک تکه ای از آن را می برید و میل می کرد. هیچ کدام از تاجرها نتوانست دست پخت حسین را بخورد و حسین به تنهایی همه غذاها را پایین فرستاد.
بعد از آن آب خواست، اما تاجرها آب شیرین به او ندادند. حسین نیز از روی عصبانیت مقداری از آب دریا خورد و سپس به خواب عمیقی فرو رفت. چنان خسته بود که از حال خود خبری نداشت. کشتی به ساحل نزدیک می شد و حسین را در حالی که خواب بود در ساحل پیاده کردند. سلاح و اسبش را کنارش گذاشتند و رفتند. دسته ای از راهزنها که از آن اطراف می گذشتند لباس و اسلحه و اسبش را دزدیدند، ولی حسین هنوز در خواب بود. مدتی گذشت و ماهیگیر فقیری که به کنار ساحل آمده بود حسین را دید که مانند مناره‌ای روی زمین افتاده. اول او را مرده پنداشت و خیلی به جوانی او افسوس خورد، اما وقتی بیشتر دقت کرد دید هنوز زنده است. چند نفر از ماهیگیران را صدا زد و با کمک همدیگر او را در عرابه‌ای گذاشتند و به خانه ماهیگیر بردند. ماهیگیر به همسرش گفت: این جوان خسته است، دلم به حالش سوخت، باید از او نگهداری کنیم. اگر مرد در آن دنیا و اگر زنده ماند در همین دنیا نتیجه زحمت خود را خواهیم گرفت. القصه حسین بعد از چند روز به شدت عرق کرد و از خواب بیدار شد. همه ی آذوقه ماهیگیر را در عرض 3 روز خورد و تمام کرد. سرانجام متوجه شد که صاحب خانه چیزی برای خوردن ندارد. پس گفت لباس ها و زین و برگ مرا بیاورید تا بپوشم و خود را به جایی برسانم. ماهیگیر گفت: فرزندم، تو را در کنار ساحل به حال نیمه مرده و با لباس زیر پیدا کردم. دلم به حالت سوخت و تو را به اینجا آوردم. چیزی همراه تو نبود. حسین به فکر فرو رفت و آنچه را در کشتی گذاشته بود به یاد آورد. و چنین پنداشت که تاجرها او را لخت کرده و در ساحل رها کردند. رو به ماهیگیر کرد و گفت: پدر جان، اگر زنده ماندم خوبی تو را جبران می کنم. حالا ببین می توانی لباسی برای من پیدا کنی؟ ماهیگیر دار و ندار خود را در بازار فروخت و با پول آنها 10 کیسه خرید و به خانه آورد. کیسه ها را شکافتند و برای حسین پیراهن دوختند. حسین لباس پوشید و به بازار رفت. با دیدن لباس‌های عجیب او همه می‌خندیدند. بعضی‌ها هم سنگ و کلوخ به طرفش پرتاب می‌کردند و انواع ناسزا را به او می‌گفتند. وقتی از مقابل دکان آشپزی می‌گذشت، بوی خوراکی‌ها به مشامش رسید و زانوهایش سست شد. نتوانست قدم از قدم بردارد و از شدت گرسنگی چشمانش سیاهی رفت. صاحب دکان که او را می دید پرسید: چرا نمی توانی راه بروی؟ حسین گفت: گرسنه‌ام. صاحب دکان او را به مخروبه‌ای برد که پسمانده های غذاها را در آنجا می ریختند. حسین که کمی از آنها را خورد و چشمانش قوت گرفت گفت: تو به من خوراک دادی، در عوض کاری بگو تا انجام دهم و مدیونت نباشم. صاحب دکان که تصور می کرد و دیوانه است، با شنیدن این حرف خیلی تعجب کرد. گفت: ببین، در دکان من 3 خمره بزرگ هست که می توان در هر کدام آنها به اندازه 300 کوزه آب ریخت. آنها را از رودخانه کنار شهر پر می کنی. یک کارگر به تنهایی 30 روزه این خمره ها را پر می کند، اما 30 کارگر می توانند آن را 1 روزه پر کنند. اگر تو بتوانی امروز آنها را پر کنی، پول خوبی به تو می دهم. خمره ها را به حسین نشان داد و پولی به او داد و گفت: کارگر بگیر تا اینها را پر کنند. این را گفت و به در دکانش رفت. خب دوستان عزیزم، قسمت 2 داستان حسین کرد شبستری رو همینجا به پایان می بریم و انشالله شب بعد قسمت پایانی رو براتون تعریف می کنم. تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. شبتون بخیر.